را لندن است رادیوی بی بی سی. سلام بر شما، به این برنامه نیمروزی از بی بی سی فارسی در لندن خوش آمدید. آیت الله علی خامنه‌ای مشغول سخنرانی در نماز جمعه تهران، اتفاقی بی سابقه در 8 سال گذشته. در حال برگزاری خطبه‌های اول نماز جمعه تهران هست با حضور مقامات ارشد حکومتی. اجازه بدید که مستقیم به تهران بریم و گوش بکنیم به این سخنرانی. در لابلای حرفای آیت الله خامنه‌ای اونها رو با مهمانان برنامه هم تحلیل خواهیم کرد. رو در ملت به وجود می آورد، انسان باید احساس کند که اراده الهی بر پیروزی این ملت است. این نشان دهنده اینه که اراده الهی بر این است که این ملت در این راه و در این خط حرکت کند و پیروز شود. نشان دهنده معنویات و باطن این ملت هم هست. این عشق و این وفا و این ایستادگی و این بیعت بزرگ با خط امام، مردم با این حضورشون در میدان با خط امام بیعت کردند، بیعتی با این عظمت، اونم بعد از گذشت بیش از 30 سال از رحلت امام بزرگوار. اینجور امام با امام مردم بیعت میکنن، اینجور امام زنده است. چه شد که پس از تلاش امپراتوری خبری صهیونیسم در چند روز قبل از این حادثه و بعد از این حادثه، امپراتوری خبری صهیونیست در همه دنیا سعی کردن نام سردار بزرگوار عزیز ما رو متهم کنن به تروریست. خود رئیس جمهور آمریکا گفت، وزیر خارجش گفت، دستگاه‌های خبری صهیونیستی در همه دنیا تکرار کردند تروریست تروریست. خدای متعال سطح رو درست به عکس آنچه که اونها می‌خواستند ترتیب داد. نه فقط در اینجا، در ایران، در کشورهای مختلف مردم به روح این شهید بزرگ درود فرستادند و پرچم آمریکا و صهیونیست‌ها رو آتش زدند. آیا دست خدا رو به وضو نمی‌دهد؟ در حال تماشای سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه تهران هستیم. آیت الله خامنه‌ای لحظاتی قبل گفت که 10 میلیون نفر در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی شرکت کردند. آیت الله خامنه‌ای گفت که همروزی که قاسم سلیمانی کشته شد، همروز تشییع جنازه‌اش و همروزی که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی پایگاه‌های هوایی ایالات متحده آمریکا در عراق رو موشکباران کرد، ایام الله هست. آنچه که می‌بینید خطبه‌های اول نماز جمعه تهران است که آیت الله خامنه‌ای مشغول سخنرانی است. در اون مقامات ارشد حکومتی از جمله آیت الله جنتی، حسن روحانی رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و همینطور ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه هم در این سخنرانی حضور دارند. آنچه که می‌بینید پوشش زنده تلویزیون فارسی بی بی سی است از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای. آخرین باری که آیت الله خامنه‌ای سخنرانی کرد، نماز جمعه تهران رو برگزار کرد و امامت کرد، باز می‌گردد به آبان ماه 1390 در بحبوحه آنچه که به بهار عربی مشهور شد. بشنویم ادامه اصالت آیت الله خامنه‌ای رو که زنده از تهران از مصلای امام خمینی تهران می‌بینیم. خدا با ماست. خدا دست‌های قدرت خود را در این کشور، در این جامعه، در میان این ملت فعال کرده است. خود این شهادت بزرگ هم، اینکه حالا مربوط به تشییع بود، خود این شهادت هم
یکی از آیات قدرت الهی است. رسوایی دولت آمریکا، دولت بی‌آبروی آمریکا، رسوایی این دولت رو رقم زد. اینها کسی را که سرشناسترین و قویترین فرمانده مبارزه با تروریسم بود، شهید سلیمانی به معنای واقعی کلمه، قویترین فرمانده مبارزه با تروریسم در این منطقه است، به همین عنوان هم شناخته شده است. کدام فرمانده دیگر قدرت داشت میتوانست کارهایی را که او انجام داد انجام بدهد به یک منطقه؟ دشمن جوانهای خوبی در آن منطقه هستند که دست تنهان فرماندهی ندارند، چشمشون که به حاج قاسم سلیمانی میفته جان پیدا میکنن، روحیه پیدا میکنن، انگیزه پیدا میکنن، محاصره رو از بین میبرن و دشمن رو متواری میکنن و فراری میکنن. کی میتوانه این کارا رو انجام بده؟ فرمانده ضد تروریسم در کل منطقه، قوی ترین و سرشناس ترین فرمانده، این رو ترور کردند. در میدان روبروی جنگ با او مواجه نشدند، اون رو دزدانه و بزدلانه به صورت ترور دولت آمریکا او رو ترور کرد. خودشون هم اعتراف کردن این مایه روسیاهی آمریکا شد در این منطقه. تا قبل از این حادثه این جور کار مخصوص رژیم صهیونیستی بود که افراد رو ترور کند. رهبر حماس رو ترور کردن و گفتن ما ترور کردیم، رهبر جهاد رو ترور کردن گفتن ما ترور کردیم. بینندگان عزیز، آنچه که تماشا میکنید سخنرانی آیت الله خامنه ای هست در خطبه های نماز جمعه تهران. بعد از 8 سال آیت الله خامنه ای امروز در نماز جمعه تهران حضور داره و سخنرانی میکنه. بعد از 2 ماه بحرانی که با کشته شدن قاسم سلیمانی در روز 13 دی بالا گرفت و در روز 18 دی ماه به دنبال حمله موشکی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به پایگاه عین الاسد در عراق، این تنش میان ایران و ایالات متحده آمریکا بالا گرفت. آیت الله خامنه ای مشغول ستودن قاسم سلیمانی است. لحظات قبل آیت الله خامنه ای گفت که 10 میلیون نفر برای تشییع جنازه آیت الله قاسم سلیمانی در ایران شرکت کردند، ادعایی که به هر حال مخالفان حکومت چیز دیگری میگن. آقای خامنه ای از قاسم سلیمانی به عنوان شهید یاد کرد و او را به خاطر آنچه که جنگ با تروریسم نامید ستود. باید ذکر کرد که قاسم سلیمانی توسط ایالات متحده آمریکا هم تحریم شده بود و هم او و گروه تحت امرش موسوم به سپاه قدس، وابسته به سپاه پاسداران، گروه تروریستی تلقی شده بودند. همونطور که گفتم قاسم سلیمانی روز 13 دی ماه در عراق در حالی که مشغول ترک فرودگاه بغداد بود کشته شد. بشنویم ادامه اظهارات آیت الله خامنه ای رو در نماز جمعه امروز تهران. نظامی ضربه حیثیتی بود، ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود. آمریکا سالهاست در سوریه، در عراق، در لبنان، در افغانستان ضربه میخوره از دست قدرتمند مقاومت ضربه میخوره لکن این ضربه از همه اونها بالاتر بود. این ضربه، ضربه حیثیتی بود، ضربه به ابهت آمریکا بود. این ضربه با هیچ چیزی جبران نمیشه. حالا اعلام میکنن که ما
تحریم کردیم، تحریم ها را افزایش میدن، اما این کار نمیتوانه آبروی از دست رفته آمریکا را برگردانه. این پاسخ قدرتمندانه یه چنین خصوصیتی بود. این هم یک جلوه کمک الهی است که پاسخ مجاهدت مخلصانه است. اخلاص عزیزان من، برادران و خواهران نمازگزار، اخلاص برکت دارد. هر جا اخلاص بود، خدای متعال به اخلاص بندگان گرامی مشغول تماشای سخنرانی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه تهران هستیم. آیت الله خامنه ای اشاره کرد به حمله موشکی سپاه پاسداران به عین الاسد و اون رو ضربه بزرگی به منافع آمریکا در منطقه خوندین، در حالی که آمریکایی ها گفتن که تلفات انسانی نداشته این حمله، و همینطور اعلام کردن که منابع مختلف خبری که هم آمریکایی ها میدونستن و هم آنطور که گفته شده، بلافاصله بعد از انجام این حمله دست کم از سه راه دیپلماتیک به ایالات متحده آمریکا اعلام شده بوده که این تنها ضربه است به قول آقای خامنه ای که سپاه پاسداران قصد داره از نظر نظامی به منافع ایالات متحده در منطقه بزنه. آیت الله خامنه ای لحظاتی قبل از قاسم سلیمانی صحبت کرد که روز 13 دی ماه توسط ایالات متحده آمریکا پس از ترک فرودگاه بغداد کشته شد، او رو شهید نامید و همینطور تجلیل کرد. از به گفته او 10 میلیون نفری که در مراسم تشییع جنازه او در ایران شرکت کردن. آیت الله خامنه ای تا این لحظه صحبت نکرده. از هواپیمای اوکراینی که منهدم شد توسط موشک‌های سپاه پاسداران به اشتباه که منجر به کشته شدن 176 مسافر این هواپیما و یک بحران بین‌المللی دیگر برای جمهوری اسلامی شد. بازگردیم به مصلی تهران و گوش بکنیم ادامه خطبه های اول نماز جمعه تهران رو که توسط آیت الله خامنه ای بعد از 8 سال مشغول اجراست. اون وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد، قدر و قیمت این قضیه روشن خواهد شد. سپاه قدس رو به عنوان یک مجموعه و سازمان اداری صرفا نبینیم، بلکه به عنوان یک نهاد انسانی و دارای انگیزه های بزرگ و روشن انسانی مشاهده کنیم. اگر اینجور شد، اون وقت این اجتماع مردم، این تجلیل و تعظیم مردم، تکریم مردم معنای دیگری پیدا می کند. البته همه نیروهای مسلح ما از ارتش، سپاه، بسیج زیر بنای فکریشون هدفهای الهی است بدون تردید. امروز در کشور ما اینه مسئله، زیر بنای فکری نیروهای مسلح ما همه همین اهداف الهی و بلند است. سپاه قدس یک نیرویی است که با سعه صدر به همه جا و همه کس نگاه میکند. رزمندگان بدون مرزند، رزمندگان بدون مرز، رزمندگانی که هر جا نیاز باشه اونها در اونجا حضور پیدا میکنن، کرامت مستضعفان رو حفظ میکنن، خود رو بلاگردان مقدسات و حریمهای مقدس میکنن. سپاه قدس رو به این چشم نگاه بکنیم، اون وقت همینها، همین کسانی که با جان خودشون، با همه توان خودشون به کمک ملت‌های دیگر و ضعفای اطراف منطقه که در دسترس اونهاست می‌روند، همین‌ها سایه جنگ و ترور و تخریب رو از کشور خودمون هم دور می‌کنند و دفع می‌کنند. میهن عزیز ما یک بخش مهمی از امنیتش محصول کار همین جوانان مؤمنی است که در زیر فرماندهی سردار شهید عزیزمون سالها کار کردند، تلاش کردند
اینا امنیت آورن برای کشور، هم اینا امنیت بیارن. بله، به کمک فلسطین و غزه و دیگر مناطقی که به وجود آنها نیاز هست میروند، اما برای کشور خودمون امنیت ایجاد میکنند. اون دشمنی که آمریکا او رو تجهیز کرده است، نه برای عراق و سوریه، بلکه در نهایت برای ایران، ایران عزیز. داعش رو درست کردن نه برای اینکه در عراق فقط مسلط بشود، هدف اصلی و نهایی ایران بود. اونها میخواستن از این طریق امنیت ما رو، مرزهای ما رو، شهرهای ما رو، خانواده های ما رو دوچار ناامنی و تشویش بکنند. اینا متوقف شدند به کمک همین جوانان مؤمن و عزیزی که رفتند و این تلاش بزرگ رو انجام دادند. اون فریب خوردگانی که یک روزی فریاد زدن نه غزه و نه لبنان، اونا هرگز جانشون رو، نه فقط جانشون را فدای ایران نکردن، حتی راحتی خودشون و منافع خودشون را هم در راه کشور حاضر نشدن فدا کنن. اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودند. اینها بودند که در زمانی که نیاز به دفاع از کشور بود، جان خودشون رو کف دست گرفتند و به میدان جنگ رفتن، از کشور دفاع کردن، از ایران دفاع کردن. اینها هستند که میتوانند ادعا بکنند که دفاع میکنند از امنیت کشور، از امنیت ملت. همین فداکاری و اخلاص اینهاست که در همه مراحل اینجور بوده. خب با این نگاه ما میتوانیم ملت ایران رو و معنویات ملت رو و باطن ملت رو کشف کنیم. این کسانی که توی خیابان آمدن، میلیون ها انسانی که در تهران و در قم و در کرمان و در خوزستان و آمدن زیر جنازه این عزیزان را رفتند، و کسانی که از دور دیدند و اشک ریختند، و کسانی که در شهرهای مختلف توانستند برای اینها از دور عزاداری بکنند، که واقعا ده ها میلیون جمعیت ملت ما در این آزمون بزرگ شرکت کردند، می شود باطن اینها رو، حقیقت اینها رو تشکیل داد. ملت از هر جناح و حزب، از هر مجموعه، از هر قوم، از هر خصوصیت جغرافیایی در این جهت مثل همان طرفدار انقلابن، طرفدار حاکمیت اسلامن، طرفدار ایستادگی در مقابل ظلمن، طرفدار نگفتن به همه مطامع دولت‌های استکباری و استعماری‌اند. آنچه که تماشا میکنید سخنرانی آیت الله خامنه ای است در قالب نماز جمعه تهران لحظات قبل. آیت الله خامنه ای سربازانی که برای سپاه قدس، سپاه پاسداران میجنگند رو رزمندگان بدون مرز نامید و او گفت که شعار نه غزه نه لبنان شعار افرادی است که با این رزمندگان بدون مرز مخالفند. گوش بکنیم به ادامه اظهارات رهبر جمهوری اسلامی. مقاومت عشق میورزه. ملت ایران نشان داد که طرفدار مقاومت است، طرفدار تسلیم نیست. اون کسانی که سعی میکنند چیز دیگری را از ملت بزرگ ما به مردم و به افکار بیگانگان یا افکار عمومی داخل نشان بدهند، با صدق و صفا و مردم رفتار نمیکنند. ملت اینه. ملت طرفدار ایستادگی است، طرفدار مقاومت است. ملت طرفدار ایستادگی در مقابل زورگویی دشمنانه. این
دلقک‌های آمریکایی که به دروغ و با کمال رذالت میگن که ما در کنار مردم ایرانیم، ببینن مردم ایران کی هستند. اون چند صد نفری که به عکس سردار شهید و با افتخار ما اهانت میکنن، اونا مردم ایرانن یا این جمعیت میلیونی عظیمی که در خیابان‌ها نشان میدن خودشون رو؟ لحظاتی قبل آیت الله خامنه ای گفت که ملت ایران طرفدار مقاومت و ایستادگی هستن. آقای خامنه ای همینطور مقامات آمریکایی رو که گفتن طرفدار مردم ایران هستن رو دلغک خطاب کرد. او مدام دست کم چند بار از ابتدای سخنان خودش گفته که 10 میلیون نفر برای تشییع جنازه قاسم سلیمانی به خیابان ها آمدن. گوش کنید ادامه صحبت او رو. اگر در کنار مردم ایرانم باشید، برای این است که خنجر زهرآلود خود را به سینه مردم ایران فرو کنید. البته تا حالا نتوانستید، بعد از اینم حتما نخواهید توانست هیچ غلطی بکنید. ملت ایران در این قضیه خود رو نشان داد، باطن خود رو نشان داد، قاعده و زیربنای فکری خود رو ملت ایران نشان داد، احساسات صادقانه خود رو ملت ایران نشان داد. این فریاد انتقامی که از مردم شنیده شد در سراسر کشور، در واقع این فریاد انتقام سوخت حقیقی موشک‌هایی بود که پایگاه آمریکایی رو زیر رو کرد. بیننده خطبه های نماز جمعه تهران هستیم که آیت الله خامنه ای مشغول سخنرانی در اون هست. بعد از 8 سال آیت الله خامنه ای بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی و اتفاقات بعد از آن مشغول سخنرانی در خطبه های نماز جمعه تهران. آیت‌الله خامنه‌ای گفت که ملت ایران طرفدار مقاومتن و حضار هم مشغول شعار دادن هستن. بشنویم بقیه اظهارات رو. باید به اون توجه کرد در اهمیت این یوم الله. این است که خدای متعال به موسی می‌فرماید که وذکرهم به ایام الله، یعنی ایام الله باید در یاد مردم باقی بماند. یه عده‌ای سعی می‌کنند این یوم الله های حساس این روزها رو به دست فراموشی بسپرن، مسائل دیگری رو مطرح کنن، شاید بتوانن این یاد این یوم الله بزرگ رو تحت شعاع قرار بدن. یکی همین قضیه تأسف انگیز حادثه سقوط هواپیما بود. خب سقوط هواپیما حادثه تلخی بود، دل ما رو به معنای حقیقی کلمه سوزانید. از دست دادن جوانهای عزیز، مردم خوبمون و کسانی که از کشورهای دیگر اینجا بودند، حادثه بسیار تلخی بود، در این شکی نیست. لکن یه عده‌ای به تبع و هدایت تلویزیون‌های آمریکایی و رادیوهای انگلیسی سعی کردن این قضیه رو به نحوی آرایش بدن که ماجرای یوم الله ناشی از شهادت بزرگ این دو شهید عزیز رو به دست فراموشی بسپرند. سعی کردن کاری کنند که به خیال خودشون اون رو به دست فراموشی بسپارن. افرادی که هیچ علاقه ای انسان
در اینها احساس نمی‌کنه نسبت به منافع ملی و نسبت به مصالح کشور. واقعا انسان تعجب میکنه. حالا یه عده جوانند، احساساتی هن، فریب میخورن. یه عده نه، جوان هم نیستند. انسان میبینه که اینها هیچ حاضر نیستند منافع ملی رو درک کنند، فهم کنند، پای این منافع بایستند. اونچه که دشمن مایل است از زبان اینها سر میزنه، در عمل اینها خودش رو ظاهر میکنه. من میخوام عرض بکنم همون اندازه‌ای که ما از این حادثه سقوط هواپیما غصه خوردیم و غم بر دل ما فرود آمد، دشمن ما از این حادثه به همون اندازه خوشحال شد. دشمن ما خوشحال شد به خیال اینکه یک مستمسکی به دست آورده است که بتواند سپاه رو زیر سوال ببرد، نیروهای مسلح رو زیر سوال ببرد، نظام جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببرد. خواستن این کار رو بکنن، شاید بتوانن اون حادثه عظیم را تحت شعاع قرار بدن. اشتباه کردن و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. اونا مکر کردند اما ندانستند که مکرشون در مقابل دست قدرت پروردگار هیچ تأثیری ندارد، هیچ نمیتوانند این کار رو بکنند. حادثه یوم الله تشییع جنازه شهید و حادثه یوم الله در هم کوبیدن پایگاه آمریکایی از ذهن این مردم نخواهد رفت و روز به روز انشاءالله زنده تر خواهد شد. من همینجا لازم است صمیمانه بار دیگر با اصحاب این مصیبت همدردی کنم، در غم آنها ما شریک هستیم و تشکر کنم از آن پدر مادرهایی و صاحب عزاهایی که با وجود اینکه دلهاشون پر از درد و غم بود در مقابل توطئه و وسوسه دشمن ایستادند، برخلاف اونچه که میل دشمنان بود موضع گرفتند و حرف زدند. مادر یکی از همین عزیزانی که در این هواپیما بودند به من نامه نوشته، اظهار کرده که ما پای جمهوری اسلامی ایستادیم، پای انگیزه های شما ایستادیم. اینها شجاعت میخواد، اینها فهم و بصیرت میخواد و واقعا با همه وجود انسان در مقابل این جور شخصیت هایی احساس تکریم و تعظیم میکنه. یکی از کارهای دیگری که این را هم عرض بکنیم، یکی از کارهای دیگری که برای تحت شعاع قرار دادن این حوادث بزرگ انجام دادن، همین کاریش که این سه دولت اروپایی کردن، دولت خبیث انگلیس، دولت فرانسه و دولت آلمان، تهدید ایران که ما مسئله هسته‌ای رو بار دیگر به شورای امنیت میبریم، که البته مسئولین کشور خوشبختانه پاسخ اینها رو دادن، محکم جواب محکم به اینها داده شد. این سه کشور همون سه کشوری هستند که در دوران جنگ تحمیلی به ما تا توانستند به صدام حسین کمک کردند. دولت آلمان ابزار وسایل شیمیایی و سلاح شیمیایی رو
در اختیار صدام حسین گذاشت که شهرها و جبه ها رو سلاح هدف قرار بده که هنوز آثارش در بین رزمندگان قدیمی ما وجود دارد. دولت فرانسه بالگردهای جنگی سوپر اتاندارد رو برای زدن کشتی‌های نفتی ما در اختیار صدام حسین قرار داد. سوابق اینا اینه. دولت انگلیس با همه وجود در خدمت دشمنان ما بود، در خدمت صدام بود. اینا اینجوری هستند، سوابقشون اینه، امروز هم اینجوری دارن عمل میکنن. به اینها، به این چشم باید نگاه کرد. بنده از اول هم گفتم بعد از خروج آمریکا از برجام که این سه دولت هی حرف میزدن، هی یاوه‌گویی میکردن، بنده همون روز هم گفتم من به اینها اعتمادی ندارم، اینا کاری نخواهند کرد، در خدمت آمریکا خواهم بود. امروز کاملا واضح شده است، بعد از گذشت حدود یک سال معلوم شده است که اینا به معنای واقعی کلمه پادو آمریکا هستند. اینا پادو آمریکا هستند. وقت این دولت‌های حقیر در انتظار این هستند که ملت ایران رو به زانو در بیارن. آمریکا که بزرگتر شما بود، پیشرو شما بود، ارباب شما بود، قادر نبود ملت ایران رو به زانو در بیاره. شما کوچکتر از اون هستید که بخواهید ملت ایران رو به زانو در بیارید. اینها مذاکره هم که میکنن، مذاکره شون آمیخته با دغل و فریب کاری است. این همان کسانی که به پشت میز مذاکره ظاهر میشدن، اون جنتلمن های پشت میز مذاکره، همان تروریست های فرودگاه بغداد هستند. اینا همونان، تفاوتی نمی کنن، لباس عوض می کنن. دست چدنیست که پوشش مخملی به دستکش مخملی رو بیرون میاره و خودشون نشان میده، ولا باطن همون باطن است، تفاوتی نداره. اینها نمی توانند کسانی باشن که انسان به اینها اطمینان پیدا کنه. خب حالا ملت ایران این حادثه رو شناخت، قدر و قیمت اون رو دانست، حالا باید چکار کنیم؟ من در یک کلمه عرض میکنم، ملت عزیز ایران باید همتشون این باشد که قوی بشن. تصاویری که تماشا میکنید از تهران از خطبه‌های نماز جمعه تهران که آیت الله خامنه‌ای مشغول سخنرانی در اون حسن آیت الله خامنه‌ای سه کشور اروپایی رو که قصد دارن مکانیسم حل اختلاف در برجام رو فعال بکنن رو محکوم کرد، اونها رو به دورویی محکوم کرد. بشنویم بقیه سخنرانی آیت الله خامنه‌ای رو زنده از تهران. تلاش کنیم قوی بشیم. ما از مذاکره هم ابایی نداریم، البته نه با آمریکا، با دیگران، اما نه از موضع ضعف، از موضع قوت، از موضع قدرت. ما به حمد الله دارای قدرتیم و به توفیق الهی قویتر هم خواهیم شد. البته قدرت فقط قدرت نظامی نیست، قدرت نظامی نیست، اقتصاد کشور باید قوی شود، وابستگی به نفت بایستی تمام بشه، نجات پیدا کنیم از وابستگی اقتصادمون به نفت. جهش علمی و فناوری باید ادامه پیدا کند.
پشتوانه همه اینها هم حضور مردم عزیزمون در صحنه است. باید ملت ایران و مسئولین کشور تلاششون برای قوی شدن کشور و قوی شدن ملت باشد، با اتحاد، با حضور، با صبر و استقامت و با کار سخت و پرهیز از تنبلی. این اگر شد به توفیق الهی، به فضل الهی، ملت ایران در آینده نچندان دوری اونچنان خواهد شد که دشمنان حتی جرأت تهدید هم پیدا نکنند. بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. میرسه که خطبه های اول نماز جمعه تهران، خطبه اول به پایان رسیده به امامت رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای. آخرین باری که آقای خامنه ای در نماز جمعه تهران شرکت کرد، بینندگان عزیز، آبان ماه 1390 بود، در اوج آنچه که به نام بهار عربی مشهور شد. آن موقع آقای خامنه ای حرفی زد که به نرمش او تعبیر شد. آقای خامنه ای گفت اگر اشکالی به وجود آید، اگر متوجه رهبری است، رهبر باید متوازنه قبول بکند. در خطبه های اول، خطبه اول امروز هم آیت الله خامنه ای صحبت از قاسم سلیمانی کرد که در 13 دی توسط نیروهای ایالات متحده آمریکا کشته شد، از او به عنوان شهید یاد کرد و گفت که 10 میلیون نفر برای او، برای تشییع جنازه او و برای پاسداشت آنچه که او انجام داده در ایران به خیابان‌ها آمدند. آقای خامنه‌ای کسانی رو که شعار نقض نه لبنان رو سر دادن در جریان اعتراضات در ایران متهم کرد به اینکه تمایلی به ایران ندارن، ایران رو دوست ندارن. آقای خامنه‌ای از سپاه قدس به نام رزمندگان بدون مرز نام کرد، یاد کرد و گفت که این رزمندگان بدون مرز در خارج از مرزهای ایران می‌جنگند. مقامات آمریکایی رو آیت الله خامنه‌ای دلغک نام برد و گفت که اونهایی که میگن طرفدار مردم ایران هستن، این دلغک‌های آمریکایی دورو هستن. آقای خامنه‌ای همینطور بار دیگر اظهاراتی رو که سالها پیش در همان سال نخستی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شد و برای او پیامی فرستاد رو تکرار کرد و آمریکایی‌ها رو متهم کرد که با دستی چودنی اما دستکشی مخملین قصد دارن که با جمهوری اسلامی صحبت بکنن. آقای خامنه‌ای همینطور گفت که از مذاکره با ابایی نداره، البته به جز آمریکا، البته سخت به سه کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا هم تاخت. بازگردیم به تهران ببینیم که به نظر میرسه که خطبه دوم آغاز شده. اظهار همدردی میکنیم. در این حادثه ابهام‌هایی وجود داره. تشکر میکنیم از فرماندهان سپاه که توضیح دادن، برای مردم مطالبی رو بیان کردن. ولی باید حادثه پیگیری بشود و از حوادث مشابه هم باید به طور جدی پیشگیری بشود. اونچه که مهم است، پیگیری مهم است، اما مهمتر از پیگیری پیشگیری از تکرار این حوادث است. مطلب دوم راجع به انتخابات است. بنده راجع به انتخابات انشاءالله صحبت خواهم کرد. اونچه امروز بخوام عرض بکنم اینه، برادران عزیز، خواهران عزیز، ملت عزیز ایران، حضور ملت ایران مهمترین عامل اقتداره و این حضور در جاهای متعددی است. یکی از مهمترینش انتخاباته. در انتخابات حضور ملت ایران کشور رو بیمه می کند، دشمن رو مایوس می کنه. سعی و تلاششون بر این است که نگذارند با انواع و اقسام حیل که مردم با شوق در انتخابات شرکت کنند. من عرض می کنم مردم با شوق و ذوق باید در انتخابات شرکت کنند. حالا مسائل گوناگونی درباره انتخابات تذکراتی هست که انشالله در آینده اگر زنده بودیم عرض خواهم کرد. اونچه که امروز خواستم عرض بکنم، اصل این قضیه است مراقبت کنید که مبادا دشمن بتواند در این زمینه خواسته خودش رو تحقق ببخشد که عبارت است از
کمرنگ کردن و بیرونق کردن انتخابات. بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله. تماشا میکنید نماز جمعه تهران رو که آقای خامنه ای در اون سخنرانی میکنه. آقای خامنه ای نه به عنوان موضوع اول که تقریبا به عنوان یکی از موضوعات انتهایی اشاره کرد به سقوط هواپیمای اوکراینی توسط موشکای سپاه پاسداران ایران در بامداد 18 دی 98. آقای خامنه همینطور از رزمندگان بدون مرز، منظور سربازان سپاه قدس، یاد کرد، از قاسم سلیمانی یاد کرد و ادعا کرد که ده ها میلیون نفر برای تشییع جنازه آقای سلیمانی به خیابان ها اومدن. آقای خامنه‌ای مشغول سخنرانی است به زبان عربی. اجازه بدید که با دامون گلریز صحبت بکنیم برای تحلیل آنچه که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی عنوان کرد. آقای گلریز سلام بر شما. سوال نخست من از شما این هستش که آقای خامنه‌ای، اگه بخوایم به ترتیب صحبت بکنیم، از سپاه قدس به نام رزمندگانی بدون مرز یاد کرد. رزمنده بدون مرز، آقای خامنه‌ای خودشون دارن صحبت میکنن که چرا مثلا سربازان آمریکایی در منطقه هستن، چرا سربازان اروپایی در منطقه هستن، اما صحبت از رزمندگانی که ایرانی هستن یا برای دولت ایران کار میکنن خارج از مرزهای ایران، به نظر شما به چه معناست؟ درود بر شما و شنوندگان و بینندگان عزیز. من فکر میکنم آقای خامنه‌ای، حالا امیدوارم بشه بهش بیشتر پرداخته بشه، معنی چه معنایی داشت، ولی آقای خامنه‌ای بعد از سال 88، یعنی 10 سال پیش، سخنرانی امروزشون ادامه همون راه که اون راه به معنی که خودشون هم گفتن، همون یک کلمه‌ای که ایشون به نام اقتدار معنا می‌کنن، و برخورد بسیار تندی داشتن نسبت به دیپلمات‌های اروپایی، نسبت به اروپایی‌ها، حتی پایرا رو هم تروریست خوندن. و به نظر من در ادامه صحبت آقای روحانی، برای اینکه به پرسش شما پاسخ بدم، خامنه‌ای از دو جهت دنیا رو تهدید جدی کرد. به نظر من از امروز صاحب نظران، استراتژیست ها و افرادی که سیاست گذار هستند با دقت خیلی بیشتری نسبت به این دو تهدید مهم خامنه ای واکنش نشون خواهند داد، که یکیش همونی است که شما فرمودید در مورد موضوع صدور کارهای تروریستی سپاه قدس در خارج از کشور، در خارج از ایران، حتی در اروپا یا امریکا. آقای خامنه‌ای البته اعتقاد داره که آنچه که این رزمندگان بدون مرز میکنن در واقع مبارزه با تروریسم است. اگر بیایم به مسائل داخلی ایران نگاه بکنیم، آیت الله خامنه‌ای در صدر سخنان خودش اشاره کرد به شعار نقضن لبنانی که معترضان در ایران میدادن و همینطور اشاره کرد به پاره کردن تصاویر قاسم سلیمانی توسط معترضان در همین هفته‌ای که گذشت در ایران، و اونها رو به هر حال متهم کرد که ایرانی نیستن، ایران رو دوست ندارن. واکنش آیت الله خامنه‌ای به این حوادث داخلی رو چطور ارزیابی میکنید؟ قابل پیش بینی بود. من دیروز در این ارتباط یه سر نظر خیلی کوتاهی هم کردم که آقای خامنه‌ای برعکس که اون نگاهی که خیلی داشتن که ممکنه کوتاه بیاد یا وارد نوعی تعامل بشه با مردم و معترضین، اولا معترضین رو به طور کلی جزوی از ملت ایران که طبق گفته قرآن و سنت ایرانی، اگه خاطرتون باشه، مطرح میکردن که اینها نه صابر هستن و نه شکرگزار، به معنی دیگه کسانی که صبر دارند و شکرگزار هستند رو ایشون به عنوان ملت ایران خطاب کرد، و طبیعتاً در این چارچوب کسانی که اعتراض میکنن مأمور خارجی هستن، تابع کشورهای خارجی هستن همونجور که ایشون گفت، و همه اینها نشون دهنده اینه که ایشون اصلا نمیخواد به رسمیت بشناسه که مردمی در ایران در 100 شهر سال دی 96، در 200 شهر در آبان 98، با 1500 کشته اگر نه بیشتر باشه، اعتراض کردن به کلیت جمهوری اسلامی، و ایشون طبق سال 88 عملا دارن به نظر من حکم سرکوب بیشتر رو صادر میکنن برای کسانی که اصلا اعتقاد دارن دیگه اینها ایرانی هم نیستند، که چه برسه به مسلمان بودن، چون طبق قرآن همونجور که گفتن
نه صبر دارن و نه شکرگزار. کسانی که صبر دارن و شکرگزار هستند اون ایرانیای اصلی هستند و مسلمانانی که آقای خامنه ای نمایندگیشون رو میکنه. آقای خامنه ای همینطور گفتن که ملت طرفدار مقاومت هستند. این رو چطور تحلیل میکنید؟ آیا تصور میکنید که آیت الله خامنه ای بار دیگر دارن پس میزنن آنچه که مذاکره گفته میشه و بسیاری هم حدس میزدن که ممکن است ایران در شرایط فعلی چاره ای به جز مذاکره نداشته باشه؟ ببینید ایشون صحبت که میکردن یه شعار خیلی جالبی داده شد اگه خاطرتون باشه، میگفتن نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا، و به نظر میاد که از قبل هماهنگ شده این داستان. بیگمان جمهوری اسلامی در این مدت با آمریکا در مذاکراتی بوده، با میانجی بدون میانجی، و احتمالاً این مذاکرات رو ادامه خواهد داد. ولی نکته خیلی مهمتر که کلیت صحبت آقای خامنه‌ای به نظر من توضیح میده همین موضوع تفاوت بین صبر و شکرگزاری از یک جهت هست، و از یک جهت دیگه میدونید صبر و شکرگزاری برای چه کاری؟ طبیعتاً هر کسی که این رو گوش بده خب میگه خب صبر شکرگزاری کار خوبیه، ولی برای چی؟ با چه هدفی؟ و ایشون مشخص کردن که هدف یعنی چی؟ گفتن هدف اینه که ما قدرتمندتر بشیم و مردم هم مقاومت بکنن برای اینکه قدرتمند بشیم. به چه منظور؟ به این منظور که دشمن دیگه جرأت نکنه حتی ما رو تهدید بکنه. آقای حمیدانی، من گمان میکنم که این دشمن دیگه جرأت نکنه ما رو تهدید بکنه یعنی اینکه ما داریم میریم به سمت ساختن یک بمب هستی. البته آیت الله خامنه‌ای در اظهارات خودش بارها گفته که حرام اعلام کرده ساختن و دستیابی به بمب هسته‌ای رو، البته به ویژه آمریکایی‌ها این رو نپذیرفتن. دامان گلدیز لطفاً روی خط با ما بمونید، با رضا علیجانی صحبت بکنیم. آقای علیجانی وقت شما بخیر، صبح شما در اروپا بخیر. چطور ارزیابی می‌کنید اظهارات امروز آیت الله خامنه‌ای رو؟ با سلام بر شما بینندگان عزیز و آقای گروریز، آقای خامنه‌ای انتظار از این بود در این خطبه ها این بود که بیاد راجع به حداقل 3 موضوع ابراز نظر بکنه. یکی اعتراضات آبان ماه بود، یکی ماجرای ترور قاسم سلیمانی و تشییع جنازه پس از اون، و همینطور زدن یکی از پایگاه‌های آمریکایی، و مسئله سوم سقوط هواپیما. در هر سه اینها هواداران آقای خامنه‌ای دچار شک و شبهه هستند، ریزش کردن، سوالات جدی دارن، و بزرگتر از اون ملت ایران سوالات جدی داره. و در نیمه دومش بیاد خوب خط برخورد آینده رو بگیر. اما اون چی که آقای خامنه‌ای بیان کرد، من یادش سریال سربه‌داران افتادم که در بخشی از این سریال حسن جوری با اون قاضی شارع وابسته به مغول‌ها صحبت‌هایی می‌کرد و اون هم پاسخ می‌داد. آخرش حسن جوری گفت که نیاموختی حسن، و این نیاموختی حسن جوری چکیده حرفی است که آقای خامنه‌ای داره در این سخنرانی حالا میگم. ولی من در لحن آقای خامنه‌ای نوعی استیصال، نوعی یعنی درسته که کلمات تندی به کار میبره، ولی هیچ برون رفتی، هیچ امیدی درش وجود نداره. ایشون در درس خارج فقهش در هفته گذشته راجع به انتظار فرج صحبت کرده و گفته انتظار فرج این نیست که ما بگیم امام زمان باید بیاد. انتظار فرج اینی که اگه فرضاً ما داخل یه تونلی گیر بیفتیم که ابتدای تونل ریزش کرده باشه، آخر تونل هم بسته باشه، ما نباید امیدمون رو از دست بدیم. شاید مثلا یه گوشه این تونل سوراخ بشه ما بریم. این مثالی که ایشون در این درس خارج زده تمثیلی است به نظر من از وضعیت روحی روانی و ترسیمی که آقای خامنه‌ای علی رغم این که خدا با ماست و ما برنده هستیم و اینها در ظاهر ارائه میده. ببینید ایشون راجع به برجام هیچ حرف مشخصی نمیزنه، فقط یه فوشی به اروپایی ها میده، نمیگه که سیاست ما چیه، فقط میگه باید اینو ادامه بدیم. راجع به سقوط هواپیما که حالا سپاه پاسداران ایشون متهم هست هیچ حرف مشخصی نمیزنه، یعنی همه پرسش ها باقیه، فقط میگه که یه دی خبیث میخوان استفاده بکنن، حالا جوان ها احساساتی هن. میخواستم اجازه بدید در رابطه با هواپیما ازتون سوال بکنم. به هر حال نماز جمعه تهران به امامت آقای خامنه‌ای وقتی برگزار شد که ماجرای سقوط هواپیما و اذعان
ایران به دست داشتن به در واقع شلیک موشک به این هواپیما باعث شد که آقای خامنه ای بیاد درست بعدش. به هر حال آقای خامنه ای بارها قبل از این صحبت کردن، چه بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی و چه بعد از آنکه پایگاه آمریکایی نظامی آمریکا در عراق به هر حال مورد حمله سپاه پاسداران قرار گرفت. به هر حال وقتی آقای خامنه ای آمدن به نماز جمعه که خبر آمد که موشک‌های سپاه بوده که هواپیمای اوکراینی رو با 176 سرنشین اکثرا نخبه سرنگون کرده، اما در اظهارات آقای خامنه‌ای این اولویت نداشت. در واقع آقای خامنه‌ای از قاسم سلیمانی آغاز کرد، از سپاه پاسداران حرف زد، از سپاه پاسداران تمجید کرد، از حمله به پایگاه‌های آمریکایی تمجید کرد، تا رسید جزئی صحبت کرد در مورد این سقوط هواپیما. اجازه بدید ببینیم بخش از این سخنرانی رو که همکاران من حاضر کردن تکرار بکنیمش، بعد با از آقای علیجانی همین سوال رو بپرسم که چی فکر میکنن و چرا آیت الله خامنه ای اولویت ندادن به کشته شدن افراد در این هواپیمای سرنگون شده توسط سپاه پاسداران. یه عده‌ای سعی میکنن این یوم الله های حساس این روزها رو به دست فراموشی بسپرن، مسائل دیگری رو مطرح کنن، شاید بتوانن این یاد این یوم الله بزرگ رو تحت شعاع قرار بدن. یکی همین قضیه تأسف انگیز حادثه سقوط هواپیما بود. خب سقوط هواپیما حادثه تلخی بود، دل ما رو به معنای حقیقی کلمه سوزانید. از دست دادن جوانهای عزیز، مردم خوبمون و کسانی که از کشورهای دیگر اینجا بودند، حادثه بسیار تلخی بود، در این شکی نیست. لکن یه عده‌ای به تبع و هدایت تلویزیون‌های آمریکایی و رادیوهای انگلیسی سعی کردن این قضیه رو به نحوی آرایش بدن که ماجرای یوم الله ناشی از شهادت بزرگ این دو شهید عزیز رو به دست فراموشی بسپرند. سعی کردن کاری کنن که به خیال خودشون اون رو به دست فراموشی بسپرند. افرادی که هیچ علاقه ای انسان در اینها احساس نمی کنه نسبت به منافع ملی و نسبت به مصالح کشور، واقعا انسان تعجب می کنه. حالا یه عده جوانند، احساساتی هند، فریب می خورن. یه عده نه، جوان هم نیستند. انسان می بینه که اینها هیچ حاضر نیستند منافع ملی رو درک کنند، فهم کنند، پای این منافع بایستند. اونچه که دشمن مایل است از زبان اینها سر میزنه، در عمل اینها خودش رو ظاهر میکنه. من میخوام عرض بکنم همون اندازه‌ای که ما از این حادثه سقوط هواپیما غصه خوردیم و غم بر دل ما فرود آمد، دشمن ما از این حادثه به همون اندازه خوشحال شد. دشمن ما خوشحال شد به خیال اینکه یک مستمسکی به دست آورده است که بتواند سپاه رو زیر سوال ببرد، نیروهای مسلح رو زیر سوال ببرد، نظام جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببرد. خواستن این کار رو بکنن، شاید بتوانند اون حادثه عظیم را تحت شعاع قرار بدن. اشتباه کردن و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. اونا مکر کردند اما ندانستند که مکرشون در مقابل دست قدرت پروردگار هیچ تأثیری ندارد، هیچ نمیتوانند این کار را بکنن. حادثه یوم الله تشییع جنازه شهید و حادثه یوم الله در هم کوبیدن پایگاه آمریکایی از ذهن این مردم نخواهد رفت و روز به روز انشاءالله زنده تر خواهد شد. سارا
اظهارات آیت الله خامنه ای بود در رابطه با سقوط هواپیما توسط موشک‌های سپاه پاسداران. آقای علیجانی، آقای خامنه ای سقوط این هواپیما رو هم از منظر دشمن هم نگاه کرده؟ بله، این نوع فرار به جلوست. در تئوری ولایت فقیه آقای خمینی میگفت که این ولایت فقیه امتداد ولایت ائمه است و همون قدرت رو داره. ظاهرا اینا چون نظریه عصمت رو هم قائلن، عصمت ائمه شیعه، گویی در این آقایون هم استمرار داره. یعنی اینها معصومن و هیچ جای اشتباه نمی کنن و نباید اذعان به اشتباه بکنن. فقط میگه دل ما سوخت، عذرخواهی نمی کنن ملت و نمیگه من فرمانده کل سپاه هستم. این بماند و ایشون در کل این بحث از یک طرف سعی میکنه کلمات درشت انقلابی به کار ببره، ولی خروجیاش زیاد تفاوتی با گذشته نداره. آقای علیجانی، همین رو میخواستم سوال بکنم. به هر حال افکار عمومی، بخشی از افکار عمومی دنبال پاسخ هستن، در خیابانها شعار استعفا دادن علیه فرمانده کل قوا که آقای خامنه ای باشن. برخی انتظار اینو داشتن که آقای خامنه ای دست کم بیاد صحبت بکنه، حرف از مجازات یا تحقیق جستجو در مورد علت این حادثه هم به اون صورت نزد آقای خامنه ای. بله، اینها شعار هم علیه آقای خامنه‌ای میدن، هم سوگولی آقای خامنه‌ای که سپاه هست، سپاه حزب سیاسی آقای خامنه‌ای است، دولت نامرئی آقای خامنه‌ای است. حداقل تا اینجای خطبه ایشون اصلا به روی خودشون نیاوردن و این معناش این است که هیچ دفاعی وجود نداره. در سیاست خارجی ما شاهد هستیم ایشون علارغم اینکه به دولت‌های اروپایی فحش میده و اینا رو کنار آمریکا میشونه و خبیث مینامه، ولی بازم در نهایت میگه البته با اینا مذاکره میکنه به جز آمریکا. یعنی در مجموع نشون میده که آقای خامنه‌ای یه بازیه، حالا شاید این تعبیرم زیاد خوشایند نباشه، 3-1 باخته رو در واقع میخواد تغییر بده. فقط بگه تشییع جنازه قاسم سلیمانی مهم بوده، حمله با آمریکا که واقعا یک باخت بود، یک حمله نمایشی بود، اون رو هم یک به اصطلاح برخورد پاسخ قدرتمندانه جلوه بده، اساسا اعتراضات آبان ماه و اعتراضات مردم رو کنار بگذاره. یعنی فقط مثل بازی که نتیجه رو برعکس اعلام میکنه، صحنه هایی که خودش فکر میکنه گل خودش هست نشون میده. ولی این تعارض داره با افکار عمومی. نتیجه عملیش هم این است که ما میخواهیم خط کره شمالی رو همچنان ادامه بدیم. هیچ تغییری در سیاست نمیده در ظاهر. یعنی در آقای خامنه‌ای طرفدار نجنگ هست چون باید نظامش خرج بکنه، ولی طرفدار نتحریم نیست چون باید جیب ملت ایران خرج بکنه. سیاست نجنگ نمذاکره رو میگه ادامه میدیم، نتحریم اب نداره، ملت تحریم بشن، باید مقاومت بکنیم و رو پای خودمون بایستیم. آیاتی از قرآن رو در رابطه با استقامت میخونه، در رابطه با سقوط هواپیما بدون عذرخواهی فقط همدلی میکنه. یه نامه ای که حالا یکی از خانواده ها نوشته اون رو بزرگ میکنه. این همه شعار، این همه به اصطلاح دل شکستنی که در باعث انفجار خیابانی شد در دانشگاه ها که وجدان بیدار جامعه هست، اینها رو نادیده میگیره. راجع به برجام حرف جدیدی نمیزنه. اتحادیه اروپا میخواد برجام رو در واقع اونا هم یه پله اساسی عقب نشینی بکنن. یعنی من آقای خامنه‌ای رو در مجموع مستعصل، اما همچنان سر پا روی مواضعش ولی با روحیه‌ای که تضعیف شده میبینم. بله. اون مثالی که در درس خارجش زده، تونلی که دو طرفش فروکش کرده، ولی ما باید امیدوار باشیم که یه گوشه این تونل سقفش بریزه ما خارج بشیم، بهترین مثال برای سخنرانی و وضعیت کنونی آقای خامنه‌ای. آقای علیجانی، اظهارات آیت الله خامنه‌ای به ویژه اون بخشش که گفتن مادر یکی از کشته شدگان در سقوط این هواپیما توسط موشک‌های سپاه پاسداران به او گفته که هوادار و طرفدار جمهوری اسلامی باقی خواهد موند، در حالی که دیروز گزارش رسید در مراسم تشییع جنازه قربانیان منهدم شدن هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی اوکراین، در برخی نقاط ماموران سپاه پاسداران با حضور در محل تشییع کوشیده بودند که قربانیان رو طرفدار حکومت شون بدن. روی پلاکارت ها و بنرهای حکومتی هم به قربانیان شهید و شهیده گفتند و دیدیم تصاویری رو که به هر حال در برخی نقاط پرچم های جمهوری اسلامی رو از تابوت ها خانواده ها برکشیدن.